یک پچه دیگم باقی منده که کاری محکم کاری. به نام یاد خدای مهربان، سلام و درود خدمت یک و یک شما بینندگان محترم، دوستای عزیز. وقت همه شما عزیزان بخیر، آرزومندم همگی صحتمند باشین. دوستای محترم، امروز سه شنبه تاریخ 19 دسامبر 2023 میلادی، مصادف با 28 قوس 1402 هجری خورشیدی، آمدیم در بند همسگی سنجوی لومون و گزارش داریم از پیشرفت آبگیری و جریان کار رسوبگیر و همچنین کندن کاری پاورهاوس خدمت شما عزیزان. دوستای محترم، اون قسمی که شما در تصویر مشاهدن این آبگیری در کاسه بند همبستگی سنجوی لومون در قسمت دهنی کانال استراری رسته، سطح آب ارتفاع آب در قسمت دهنی کانال استراری رسته و تقریبا به اندازه 20 سانتی بالاتر از سطح آب در سال قبلی بال رفته، یعنی ارتفاع آب به اندازه 20 سانتی از پارسال بال رفته در مدت 6 روز کامل که فعلا ساعت 11 قبل از ظهر و 6 روز کامل از آبگیری بند همبستگی سنجوی گذشته.
دوستای محترم اومدین در موقعی رو شبگیری بنده هم بسگی سنجیلومون که کار محکم کاری طرف جنوبی دیوار شبگیر ادامه داره. پتی چارمی کارشی تکمیل شده و پتی پنجمی در حال کاره که شما در تصویر میگیرین. یک پتی دیگه باقی منده که کاری محکم کاری دیوار رسوبگیر در طرف جنوب بخیر تکمیل شده. دیگه طرف شمال من پتی آخریش منده که جالش بستش نسنگای شوار شده و کاری محکم کاری دیوار رسوبگیر به طور کامل تمام شده بخیر. همچنان دوستای محترم جا دارم تشکری کنیم از خواهر نهایت گرامی ما انجینیر طاهره ایوبی که تحلیل های بسیار عالی و تکنیکی و علمی خود را راجع به ساختمان رسوبگیر در کامنت داده بود. تشکر از خواهر عزیز از مو. ما باید جوابش بگیم که تحلیل هایشون بجایه. زمانی که ارتفاع آب استادی بند همسگی سنگجوی به 40 متر برسه در قسمتی رسوبگیر در قند بالای دیوار طبق توپوگرافی که قبلا انجام داشته توسط انجینر فروخ 7 متر او دبلی دیوار رسوبگیر استاد میشه و این رسوبگیر فقط به خاطر جلوگیری از موادی که در حالت عادی توسط آب جاری وارد کاسه بند میشه جلوگیری نه. در موقع سیلاب خیزی امکان از این وجود داره که چون پیش روی دیوار زیاد محکم کاریشته و جغله هم کسته خیلی زیاد بزرگدانه نیه، بنابراین امکان از این است که توسط سیلاب اشغالی که انتقال دمشه یا مدی به اصلاح که میره خیلی سریع منفذای از این را پر کنه و آب از طریق سرریزه وارد کاسه بند شنه. بنابراین طرح دادن به خاطر کاهش سرعت آب در نقاط بالاتر رسوبگیرهای کوچک و سنتی ساختش نه که سرعتی در واقع سرعت گیر سیلاب ساختش نه که سیلاب ها کسی سرعتش گرفتش نه تا به فشار زیاد بالای دیوار رسوبگیر عمل نکنه و همچنان یک مقداری از رسوبات هم و رسوبگیرهای های سنتی که در بالتر ساختش نه امکانش هست که یک مقدار از رسوبات را دور بده، حد قلم و چوب و رسوبات بزرگدانه را دور بده تا کمتر رسوبات وارد کاسه رسوبگیر شنه و امیر خم به شکل مرحله به مرحله از داخل شدن رسوبات در کاسه بند جلوگیری شنه. و در جواب حاجی صاحب علی حسن احسانی باید عرض کنیم که مقدار آبی را که مو امسال میگیم کمتر نسبت به سال قبل به این دلیل که اگر دیادشم باشه پارسال مو خیلی زیاد بارندگی تابستانی داشتیم و همین بارندگی تابستانی باعث افزایش آب در مجموع در رودخانه سنگجوی لومان بود و چون بارندگی زیاد بود بنابراین پارسال تا خیلی از وقت داره آب در رودخانه سنگجوی بسیار زیاد بود که سرمنشه بارندگی های فصل تابستان بود و امسال کسی بارندگی تابستانی بسیار کم داشتیم، بنابراین آب جاری که از رودخانه سنگجوی مایه و جاریه وارد کاسه بند میشه نسبت به پارسال کمتره. بر اساس ذخیره کاسه بند و نفوذ پذیری کاسه بند مقدار آب سنجش نشده بلکه بر اساس بارندگی هایی بود که قبلا انجام داشته بلکه آقای سانی صاحب
مقدار آب را که مو امسال میگیم نسبت به پارسال کمتره بر اساس چشم دید از مویه که دستا هم میگرنیم و دلیلی که امسال کمتره بارندگی کمتر فصل تابستانه و دلیلی که پارسال زیادتر بودم بارندگی های پارسال بود که آب از رودخانه سنگجوی بسیار زیاد بود و زیادتر جاری بود. دیگه امیدواریم که جوابیم خدمت آقای حسین صاحبم قناعت بخش باشه و بازم از هر دوست و عزیز و بینندهی که سوالات، پیشنهادات، انتقادات داشته باشه مود خدمت هستیم. هر گونه سوالات شما رو پاسخگو هستیم. موفق و کامگار باشین انشاءالله. دوستای محترم، بینندگان عزیز، ای بود گزارش امروزی از مو از بند همبستگی سنگجوی لومان، از پیشرفت آبگیری و از کار رسوبگیر و پاسخ به سوالات و پیشنهادات شما عزیزان. تا برنامه بعدی شما را به خداوند بزرگ و بی‌نیاز می‌سپارم. خدا نگهدار.